سلام دوستان، خیلی خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. اینجا نودونیه. عدل متولد 5 می 1988 در انگلیس به دنیا آمد که خواننده و ترانه سرایه. فارغ التحصیل دبیرستان هنرهای نمایشیه که خوانندگی را از سال 2006 شروع کرد و حالا بیشتر به خاطر کاهش وزن 45 کیلوگرمیش مورد توجه خیلی ها قرار گرفته. در سال 1997 وقتی 9 ساله بود به همراه مادرش به برایتون در ساحل جنوبی انگلیس نقل مکان کرد. اما 2 سال بعد در سال 1999 به لندن برگشت و ابتدا به بریکستون و سپس به جنوب لندن رفتند. 4 ماه پس از فارغ التحصیلی عدل چند آهنگ در سایت پلتفرمز مگزین منتشر کرد که باعث شد ریچارد راسل، رئیس کمپانی موسیقی XL Recordings، با وی تماس بگیره و اون رو دعوت به ضبط کنه. از سال 2006 عدل بعد از قرارداد با کمپانی XL Recordings فعالیت خودش رو به صورت حرفه‌ای شروع کرد. اون در سال 2007 آهنگ Daydreamer رو به صورت زنده در برنامه BBC اجرا کرد که برنده نظرسنجی صدای BBC هم شد. عدل در سال 2008 نخستین آلبوم خودش رو به نام 19 منتشر کرد که دارای گواهینامه 8 پلاتین در بریتانیا و 3 پلاتین در ایالات متحده آمریکا بود. سایت نودونی هم به نوبه خودش آثار این هنرمند خوش صدا رو برای شما بیننده ها و شنونده های عزیز نوت نویسی کرده تا شما خیلی راحت بتونید از این نوت ها استفاده مفیدی رو داشته باشید. آلبوم دوم اون به نام 21 یکی از پرفروش ترین آلبوم های جهان شد که هرگز هیچ زنی در تاریخ موسیقی بریتانیا به چنین رکوردی دست پیدا نکرد. اون سپس با آهنگ سکای فول برنده جایزه اسکار، گولدن گلوب و جایزه بریت برای آهنگ سال بریتانیا هم شد. موزیک ویدیوی هلو از عدل که در تاریخ 22 اکتبر 2015 منتشر شده بود تنها در 24 ساعت اول انتشار بیش از 27 میلیون بار در یوتیوب مشاهده شد و رکورد ویوو رو برای بیشترین بازدید در یک روز شکست. عدل سال 2011 به دلیل خونریزی حنجرش مجبور شد اجراهای تور خودش رو لغو و تحت جراحی قرار بگیره تا یک پولیپ خوشقیم حنجرش رو برداره. عدل که در منطقه تاتنهام در شمال لندن متولد شده بود از باشگاه فوتبال محلی زادگاهش به نام تاتنهام هاتسپر هم حمایت میکنه. در سال 2015 عدل اظهار داشت یک فمینیسته و معتقده که بدون در نظر گرفتن نژاد و جنسیت باید با همه با عدالت رفتار بشه. عدل در سال 2020 با بیماری کرونا که همه‌گیر شده بود تصمیم گرفت از شر اضافه وزن خودش برای همیشه راحت بشه. اون گفت با ورزش و رژیم حدود 45 کیلوگرم وزن از دست داده و با وجود اینکه قبلا ورزش رو دوست نداشته اما اکنون نمیتونه اون رو کنار بگذاره و تبدیل به بخشی از زندگی شده. و در آخر این خواننده در سال 2017 در فهرست ثروتمندترین موسیقیدان های زیر 30 سال در انگلیس و ایرلند شناخته شد که ثروت اون بیش از 125 میلیون پوند ارزیابی شده. اگر به نظرتون ویدیوی ما براتون جذاب رسید و خوشتون اومد حتما با سابسکرایب و لایکتون ما رو خوشحال کنید.